خب من در تایمی که اسلاید شیر رو میزنم و اسکین شیر رو دارم انتخاب میکنم دیگه تاثیر و صدای دوستان رو ندارم خواهشم این است که اگه نکته بود باز به من لطفا منتقل بفرمید از طریق پیام رسان من با یه فرم مهمان هم وارد شم که بتونم باز پیام ها رو هم اونجا از طریق گوشی بتونم دنبال کنم و ببینم یه لحظه کوتاه بسیار خوب منتظرم که به شکل منم وارد شم و برنامه شروع کنم امشب بناس در مورد مسیر دیجیتالی شدن صحبت بکنیم اون مسیری که برای ترانسفورم شدن یه پرکتیس همون در مطب یا کلینیک به تو معمول ممکن است بخوایم تایی بکنیم تا بتونیم درمان هامون رو دیجیتال تر دنبال بکنیم و از مزایاش بهره ببریم در مورد این مزایا هم قایتا امشب باید بیشتر بتونیم صحبت بکنیم اما تا من این ور میشم اجازه بدید که همچنان منتظر ورودم به کلاس بسیار من با یه اکانت دوم وارد شدم بسیار حالا فکر کنم بتونم اینجوری پیام های شما رو هم ببینم بسیار بنا یه ساعتی کنار هم باشیم و صحبت بکنیم با در مورد دیجیتالی شدن اینکه به شکل گام به گام حالا چه مسیر رو ممکن است هر کدوم از ما نیاز بشه طی بکنیم تا بتونیم درمان هامون رو دیجیتالی تر دنبال بکنیم با و باز نتایج بهتری رو بتونیم برای بیمارمون رقم بزنیم این تجربه انتقال از کار کامیشنال به کار دیجیتالی مسیریه که از نگاه خودم مسیر بی بازگشته یعنی وقتی شما این تغییر رو رقم میزنید بر کار خودتون چه در فرمت کار مطب چه در فرمت کار کلینیکی مسیر مزایاش به شکلیه و در واقع ورودتون به شکلیه که دیگه معمولا هیچ موقع نمیتونید به برگردید گاهی اوقات که به حالا هر دلیلی ممکنه یه قالبی رو لازم باشه به شکل کامشنال بگیرم و به شکل کامشنال حالا در واقع تهیهش انجام بگیرم و تحویل بدم اون موقع است که متوجه میشیم که شاید تا پیش از این تغییر چقدر اطلاف زمان داشتیم و چه به نوعی رنجی رو خودمون و بیمار رو متحمل می شدیم برای به طور مثال تحویل یک بریج تحویل یک کرامی که ممکنه الان در کمتر از ده دقیقه زمان تحویلش باشه در حالی که قبلا ممکنه مینیموم دو جلسه برای تحویلش من زمان می سشتم. این یادآوری گاهی اوقات برای خود من برای اینکه بدونم که از کجا به کجا رسیدیم تا این سال و تا این چند سال شاید سا این چهار پنج سال گذشته باز به طور شاخصتر چقدر تغییر داده الگوی درمانمون و الگوی کارمون رو دیجیتال این تغییر تغییری ای که خب همزمان باها ما هم در بعد نرم افزار هم در بعد سخت افزار خیلی تغییرات و خوشبختانه تجربه کردیم اون چی که قبلا انجام میدادیم با اون چی که امروز داریم انجام میدیم خیلی فرق میکنه و خیلی در واقع روانتر شده درمانمون هم به جهت نرم افزاری خیلی ماژول های جدیدتر ساده تر و یوزر فرندلی تر دارن طراحی میشن و در اختیارمون قرار میگیرن و هم به جهت در واقع تجهیزاتی که داریم امروز به کار میبریم تجهیزات خیلی دقیقترن با دقت دقیق بیشتر با دردسر خیلی کمتر امروز داریم درمانمون انجام میدیم تجربه اسکن کردن 6 سال یا 7 سال قبل کاملا با اون چی که امروز داریم انجام میدیم متفاوت بود و امروز میتونم بگم کمتر کیسیه که ممکنه به بنبست بر بخورید یا حس کنی با مثلا در این کس لازمه مثلا سویش کنم به شکل دیگری بخشی از کارم دنبال کنم در حالی که واقعا شاید 7 سال قبل کیس های زیادی بود که به واسطه درد سر کمتر ترجیح خودتون ممکن بود که برم سراغ قلب. این تغییر لازمش این بوده است که ما هم در سخت افزار هم در نه افزار بهبود و تجربه بکنیم و این به لطف تکنولوژی اتفاق افتاده خیلی اوقات بریرمون بریر ایده یا خلق در واقع یک ایده از جانب یک فرد نوآور نبوده است محدودیت سخت افزار بوده به جهت گرافیک به جهت در واقع پردازش سطح پردازش سیستمی همه اینها همراه با هم رشد کرده و این رشد کمک کرده که امروز یه اسکن خیلی روانتر در زمان خیلی کوتاهتر بتونیم دریافت بکنیم اما وقتی از این ترانسفورم صحبت میکنیم از اینکه باید دیجیتالی بشیم خب اولین سوال ممکن است این باشه که چرا چرا چطور و در واقع این چگونگی انجام این تغییر اون استپایی که حتما باید گام به گام بهش فکر بکنیم تا بتونیم صحیح ببینیم صورت مسئله رو ما نگاهمون نیست که دیجیتالی شیم چون دیگران دیجیتالی میشن نگاه همون نیست که دیجیتالی شیم چون بیمار امروز از من اینو میخواد باید به این باور برسم که دیجیتال بناس برای من چه مزیتی رو به ارمغان بیاره و اون مزیتی که داره به من میده رو آیا جای دیگر میتونم تعمین بکنم می یا اگر به این سوال اساسی بتونم پاسخ بدم که چرا امروز نیاز دارم به دیجیتال بعد خیلی راحتتر همراه میشم من میبینم همکارم رو واقعا اثر استیصال یا این اینکه مثلا بیمار دیمنده زیاده یا فضا فضای خیلی در واقع مشوق این حرکته ممکنه ناچار همراشه با این حرکت این به نظرم کافی نیست این انقدر به شما انگیزه و انرژی نمیده که پشت این سیستم بیستید محکم و پشت سرش قدم بردارید و دردهاشو بپذیرید میگم دردهاشو چون در ادامه صحبت میکنیم که این میکنی مسیر به تا دردهایی رو هم برای کسی که بهش وارد میشه داره اما اگر من به چرایی برسم بدونم که چه مزیتی داره به من میده قاطعا بعد خیلی راحتتر هم براش انرژی میگذارم اون سایر فورت که نیازه برای این ترانسفورم رو حاصلا بپردازم و خب در کنارش هزینه همینطور همراه با هم میتونم خیلی همراه تا حرکت رو دنبال کنم اما امروز میخوام در مورد این صحبت کنیم که چطور این کار رو راحت تر انجام بدید امروز میخوام در مورد صحبت بکنیم که برای شما به طور خاص چه نسخه ای ممکنه مناسب‌تر باشه تا وارد این مسیرشین. و این ورود نمیتونه یه ورود هیجانی و تمام قد شاید خیلی اوقات باشه گاهی اوقات باید با ملاحظه اول پا رو بذارید یه خورده خیس شه بعد کم کم دو قدم جلوتر برید یه خورده تا زانو خیس شید بعد برید غرق چشید و تو این در واقع پهنه بتونید شنا بکنید این اپروش گام به گام خیلی اوقات برای خیلی از شما ممکنه سیفتر باشه و ریسک مالی و ریسک در واقع خطای کمتری رو بتونه ایجاد بکنه بنابراین اپروچ ورود برای خیلی از شما باید گام به گام باشه اما اینکه با چه گامی شروع کنم و اون گام اول برای من باید چی باشه باز لازمه که در موردش فکر بکنیم و نهایتا برای خودتون نسخه خودتون رو پیدا بکنید این چیزی نیست که دکتر ایکس یا دکتر y بتونه به شما بگه و شما بتونید از اون نسخه عینا کپی کنید و در مطلب خودتون استفاده کنید باید بیشتر ببینید بیشتر بشنوید تا نهایتا برسید به فرمول خودتون این همه رو گفتم برای اینکه در خصوص چرایی صحبت کنیم چرا اساسا ترانسفورمیشن دیجیتال های اهمیت امروز در پاسخ این چرا لازمه نگاهی دور بکنیم تجربه ای که امروز داریم تجربه ای که در مثلا خرید کردنمون داریم یا در تاکسی سفارش دادنمون یا در بلیت سینما تهیه کردنمون یا در هر کار دیگهمون داریم عملا من و شما درگیر گرداب دیجیتال شدیم یه گردابی که همه زندگیمون رو داره ترانسفورم میکنه و خیلی جاها نه انتخاب خیلی جا به زور خیلی جا با اجبار در واقع این تغییر ما ناشاریم همراه بشیم بعضی حوزه ها خیلی سریعتر درگیرش شدن و خیلی سریعتر ترانسفورم شدن و دیجیتالی شدن بعضی حوزه ها زمان بیشتری میخوان شاید سلامت از اون حوزه هاست که به خصوص باز وقتی به دندانپزشکی فکر میکنیم یه خود عقبتر ایستاده یه خورده چون همچنان مهارت دست توش کلیدیه خیلی جا اکت فیزیکی نیاز داره یه مقدار دیرتر شاید این تغییر سبک سبک و سیاق درمانمون رو تغییر داده اما میبینیم که تو این چهار پنج سال گذشته چقدر داره تغییر اتفاق میفته بنابراین اولین اصلیه که این تغییر رو حتمی ببینیم و بدونیم که این تغییریه که اگر من همراهش نباشم قاطعا ممکنه من رو بتون خیلی محدود بکنه فیل کارم رو و نوع فعالیتم رو اساسا این تغییر میخوام بگیم که درسته که تغییر بزرگیه ولی تغییرش تغییری از جنس فرصت فرصت های بزرگی رو این تغییر میتونه ایجاد بکنه براتون که میخوام از فرصت ها صحبت بکنم امشب این بخش شاید مهمتر باشه از اینکه به ابزار بپردازم مهمتر از این باشه که به خود دیوایس بخوام بپردازم اول مهم برای من اینه که بتونم این ایده رو به شما منتقل بکنم که چرا باید دیجیتالی بشید و این ایده ممکنه کمک بکنه که با شتاب بیشتر پشت این مسیر قدم بردارم اما من از شما اگر بپرسم اگر سابقه تبابت چندین ساله رو دارید سالهای اول تبابتتون رو با امسال مقایسه بکنید همتون میتونید یه الگوهای یا تغییر رو در رفتار بیمار و نوع تصمیم گیریش ببینید یا خودتون در واقع به یاد بیارید من 15 سال قبل با امروز بیمارم کاملا متفاوت تصمیم میگیره عمل میکنه انتخاب میکنه نوع تصمیم گیریش نوع در واقع انتخاب تهر درمانش نوع مشورت گرفتنش از دیگران یا از من فرق میکنه با قبل این تغییریه که نیازهای جدید به اون نشون میده که داره ایجاد شده عمده بیماران پریوی من در 15 سال قبل یا زمانی که مطبو شروع کردم در سال 84 امروز عموما تغییر کردن بیشتر این حجم بیمارانمون دیمندهای متفاوتی دارن با اون سالها درمان های زیباییمون تغییر کرده خوب است یا بد و کاری ندارم تغییر کرده امروز بیمارمون با یه نیازهای جدیدی به مطلب منو شما مراجعه میکنه از کجا آمده این نیاز جدید یه تغییری در نوع رفتار بیمار داریم یه بخشش مال رفاه بیشتر هست طبق آمار رفاه سطح رفاه جامعه نسبت به 20 سال قبل امروز بیشتر هست این رفاه از جنس در واقع تغییر در لایف استایل هست نیازهای جدیدی امروز رنگ پررنگی داره در انتخاب بیماران که قبلا اینجا بهش نگاه نمیشد این سطح رفاه بیشتر در کنارش یه فاکتور قدرتمند دیگه هم اتفاق افتاده اونم سوشال مدیایی که همه چیز رو در اختیار مخاطب میتونه قرار بده امروز همه چیز در کف دست مخاطب داره اتفاق میفته موبایل دستشه میبینه سرچ میکنه تصمیم میگیره متناسب به اون تصمیم اقدام میکنه این دوتا موتور محرک باعث شدن که این پارادایم تغییر بکنه و امروز بیماران ما یه جور دیگری تصمیم بگیرن و اقدام بکنن برای درمانش این مدل تغییر که اتفاق افتاده ما رو ناچار کرده به یه سری تغییرات در الگوی به نوعی حرفه ایمون دو تا تغییر رو میتونیم ببینیم یکیشو شما قطعا خیلی پررنگتر میبینید در اینستاگرام که باز کنید در کیس اساتید مختلفی که فعالیت دارن در حوزه مختلف دندانپزشکی میتونید ببینید دیجیتال دنسری اون بخشی که مستقیما ابزار دیجیتال یا نرم افزار دیجیتال داره کمک میکنه به ساده تر شدن درمان مزرش خواهیم گفت درمان ساده تر شه بالاتر بره کارآمدی و کارایی در واقع اون ساختار پروتزی که میخوام مثلا بدن به بیمار تحویل بدم بهبود پیدا بکنه این اون بخشیه که باش خیلی آشنایی دیجیتال تغییراتی که ترانسفورمیشن امروز در اختیارمون قرار داده برای اینکه درمانهامون رو نسبت به قبل موفق تر دنبال بکنه یه حوزه دومی داره که امشب خیلی شاید بحث نکنم ولی حتما توجهتون جلب میکنم بهش خیلی خیلی توجه بکنید ابزار دیجیتال چطور امروز به اون کمک میکنن که رهبر بهتری در کلینیکمون باشیم مراجعینمون رو بتونیم یه اکسپریانس بهتری بهشون بدیم نه فقط در ساید درمان در تجربه ورود خروج حضور و در هر هر به تاچ پوینتی که در کلینیکمون تعریف شده برای بیمار بیمار بتونه راحتتر با عصبانیت و ناراحتی کمتر تجربهش رو دریافت کنه پیشن جرنی عملا اون بخشیه که تغییر شما در نوع اداره مطب و کلینیکتون میتونه کاملا متفاوت رقمش بزنه و اگر امروز با تاکید میگم اگر هیچ ابزار دیجیتالی نداشتید ابزار منظورم در واقع از تجهیزات کد کم هست اگر هیچ یک از اینا رو نداشتید اما در پرکتیس منیجمنت تونستید کانسپت دیجیتالی رو پیاده بکنید تقریبا با اطمینان میتونم بگم حجم رضایت بیمارانتون به شکل فوق العاده بهبود پیدا میکنه بدون هیچ درمان دیجیتالی مهم اینه که بیمار رو بتونم تجربه جدیدی بهش بدم از ورود و خروجش در کلینیک و این رو این بخش اول میتونه به راحتی براتون با کمترین هزینه اتفاقا تامین بکنه فقط خواستم توجهتون رو جلب کنم به اون هیت هیته اما این نموداریه که در این بس من همیشه با اصرار در دو دقیقه صحبت میکنم اونم این نموداره میگه که در دندان پزشک... من مثال دندانپزشکی رو بر شما در مورد این نمودار میزنم ولی این نمودار در هر صنعت دیگری هم استاق داره یه فرهنگی امروز جاریه در دندان پزشکی فرهنگ درمانی که امروز در دندان پزشکی جاریه اون کرو پایینیه همکاران من و شما مثلا در درمان این چطور دارن عمل میکنن اوکی بیمار میاد مثلا کشیدنش انجام میگیره کاشش انجام میده میره سمابد میاد قالب گیری میکنه پروتز میگیره این فرهنگ قالب دندان پزشکی برای بیمار این برای بیمار لامینه چطور بیمار میاد امروز مثلا یه ماکاپی انجام میشه یه چیزی بهش نشون میدم بعد میرم شروع میکنم حالا تراشمو شروع میکنم دستی انجام دادن و بعد میره تو چرخه کارپرس و مثلا سه هفته بعد یه ما بعد دو هفته بعد بسته به نوع لابراتوری که انتخاب کردم کار برمیگرده بهش تحویل میدم اینا رو میگه فرهنگ جاری یک صنعت در دندان این فرهنگ رو در اطراف خودتون اگر به ده تا مطب دورو برای خودتون نگاه کنید میتونید دریافت بکنید که این فرهنگ امروز چه جوری داره بیمار رو کیر میکنه و درمانش رو انجام میده حالا کرو بالا چی رو نشون میده کرو بالا داره میگه که دیجیتال ترانسفورمیشن ابزار نرم افزار دیوایس امکانات خیلی متنوع امروز در اختیار قرار میده که با شتاب داره حرکت میکنه و رشد میکنه هر روز ابزار جدید هر بار موبایل رو چک میکنم یه ماژول جدید نرم افزاری اگزوکت هر روز یه ماژول جدید داره معرفی میکنه هر کدوم از پلتفرم ها رو که نگاه بکنید در حال یه تغییر دائمی و پرشتاب و پیشروندن من بین این دو تا نمودار خیلی اختلاف دارم امروز فرهنگ دندان پزشکی در, در کشور من این کرو پایینه ولی ابزارهای خیلی متعددی تو گپ بین این دوتا نمودار وجود داره این گپ رو بهش میگیم ترانسفورمیشن گپ تو گپ ترانسفورمیشن ما ابزار و روش های خیلی متنوعی وجود داره که امروز بریم ازشون استفاده کنیم ده ها محصول سخت افزاری ده ها نرم افزار وجود داره که بریم ازشون استفاده بکنیم برای بهبود حرفم اما نه من نه شما نه هیچ کس دیگری هیچ موقع منابعمون کافی نیست که از همه این ابزار رو استفاده کنیم ما باید خیلی آگاهانه بریم پیکاپ بکنیم از این گپ یک ابزار به خصوص رو یک ماژول به خصوص رو یک یک سولوشن به خصوص رو که امروز در مطبم ازش کمک بگیرم برای اینکه تجربه بهبودی رو برای بیمارم رقم بزنم بیمارم از اون نرم فرهنگ صنعتم یه خود بیاد بالاتر سرویس بگیره و اگه این اتفاق رقم خورد شما برنده این بازید پس ترانسفورمیشن گپ امکاناتش بیشماره مهم اینه که شما به این تصمیم برسید و به این یقین برسید کدامی که امروز برای شما برنس کار بکنه و این انتخاب خیلی انتخاب مهمیه هر خریدی یا هر نرم که بهش فکر میکنید امروز هر روز دیدید دیگه بازاریا میاد مطب شما میگه آی دکتر این ایمپلنت رو بگیر آیا دکتر این اسکنر آمده بی بگیرش آی دکتر این نرم افزار خم دکتر این دیوایس خیلی بهتون کمک میکنه بیا و خریدش بکن خواهش من من به این فرمول خودم خیلی آسیب دیدم شده دی سالهایی به این فرمول دقت بکنید هر ابزاری هر چیزی که شما خام دکتر یا شما آقای رو میخواید تهیه بکنید در نمایشگاه یک ویزیتور یا یک در واقع نماینده شرکت تو معرفی میکنه بعد به این برسید آیا فردا صبح استفادهش باعث باعث بهبود پرفورمنس یا تغییر سازمانی در مطلب من خواهد شد یا نه اگر یکی از این دوتا رو انجام بده میتونید ازش کمک بگیرید و این خرید خرید برنده است و اگر موفق نباشه نتونید برش پاسخ پیدا کنید حتما لطفا همین ابتدا یه نه محکم به ویزیتور بگیرید و بگید نه نیاز ندارم هدف ما فقط این نیست که دیجیتالی تر دیجیتالی ترشیم واقعا باید برسیم به این جمع بندی که آیا این ابزار از کمکم بکنه یا نه ما در هر مطب معمولا در مطب دندان پزشکی اگر شما فعالیت عمومی دارید یه درمان های رو بیشتر دوست دارید یه درمانی انتخابتونن یه درمانی رو دوست دارید فیلتر که شده بیماران بیشتری در اون لاین دریافت کنید مثلا شما خواهم دیتور ممکنه درمانه لامینیت های سرامیکی رو خیلی بیشتر دوست داشته باشید بیمار هم از شما این سرویس رو موفق تر داره دریافت میکنه یا همکار دیگری ممکنه مثلا در لاین درمانه اندو خیلی موفق اقدام بکنه یه درمان اندو خیلی بی درد و بی درد سر بر بیمار داشته باشه این درمان هر درمانی که هست هر درمانی که شما رو با اون نام میشنستن بیمارانتون معمولا به شکل انتخابی و فیلتر شده به مرور زمان بیمارانی مثل خودشون رو به سیستم شما جذب میکنن اگر شما یه درمان خیلی عالی انجام میدید مثلا کشیدن دندان خیلی عالی انجام میدید قاعدتا بعد از یه مدتی بیماران زنده است و خیلی خیلی بیشتر تو مطب خواهید داشت دیجیتالی شدن همینجوری عینا بهتون کمک خواهد کرد وقتی وارد مسیر دیجیتال میشید میتونید نتایج درمانتون بهبود بدید اگر تا دیروز ایمپلنت می کردید می توانید های بهتری رو انجام بدید با دقت بیشتر با دردسر کمتر درد. و اگر تا دیروز لمینیت انجام می وقتی دیجیتال می شید می عمل رو قطعا خیلی بهبود بدید می دقت کارتون رو بهبود بدید نتیجه رو قابل پیش بینی بکنید همون چیزهایی که در مورد شنیدید یه اسمایل دیزاین 3D چقدر می نزدیک بکنه تفکرتون رو به اجرای داخل دهان ده من میدونم چی میخوام ولی وقتی دارم اجرا میکنم چون پلنی داخل دهان ندارم که گاید بکنه من رو نوع اجرا ممکنه یه مقداری فاصله پیدا بکنه با اون کانسپت اولیم ولی با کمک ابزار دیجیتال معمولا این دوتا خیلی میتونم بهم نزدیک بکنم اینا یک اهمیت برامون امروز دارن من دارم از این صحبت میکنم که دیجیتال شدن کمک میکنه به بهبود عملکردتون، بهبود دقت کارتون اما میخام اینجوری نگاه بکنید به مسئله ما امروز در یه اصری زندگی میکنیم که بهش میگیم عصری که در اون اقتصاد تجربه تصمیم گیرنده است این چارت لول رو اگر از مثلا 60 سال قبل بخوام بیام جلو در اقتصاد اینجوری همه چیز پیش میرفته یه زمانی وجود داشته که در اقتصاد کشاورزی اهمیت وجود فقط یک کالا بوده قبل از اینکه خیلی خیلی بخوام صنعتی نگاه بکنیم به مسئله همین که من یک کالایی رو داشتم برام کافی بوده وقتی این کالا فراوان میشه ارزه کنندش و در واقع افراد مختلفی یک کالای مشابه رو وارد بازار میکنن ما هم پیدا این اهمیت پیدا میکنه که من از کدوم یکی برند اون کالا رو تهیه بکنم میام مثال اینپلانت رو بهتون میگم زمانی که من در سال 81 یک شروع کردم مهمی بود که در شهر من مشهد تحصیل میکردم در مشهد کی پلانت کار میکنه مهم نبود که چه برندی کار میشه یا کی داره کار میکنه هر جا که ایمپلنتی کار میشد به کسی که این درمان نیاز داشت میرفت سراغش یه خود جلوتر رفتیم اساتید بیشتری درگیر کار اینپلانت شدن اهمیت پیدا کرد برند هم برند شخصی اینکه کی پلنت من رو انجام بده مهم شد همین که فلان پزشک چه ایمپلنتی رو کار میکنه اهمیت پیدا کرد جلوتر آمدیم اقتصاد خدمت زمانی که دیگه هم کالا مهمه هم برند مهمه هم مهم برم چطور اون سیستم با من مراجعه کننده داره برخورد میکنه و رفتار میکنه نوع خدمت و ارتباط مشتری با من خیلی اهمیت داره هرچه سرویس بهتری به من میداد اون مطلب شاید برنده بود و امروز رسیدیم به اقتصاد امی... تجربه امروز بیمار دنبال میگرد کجا درمانش تجربه بهتری خواهد داشت راحتتر یا بیشتر کر میکنن بیمار رو یا تماس هپیکال باش دارن کجا... کجا کجا, بیشتر در واقع میتونن تجربه بهتری بهش بدن این دیگه فقط وابسته به من پزشک نیست این خیلیش وابسته است به تیم من پذیرش من اون عزیزی که در پذیرش داره کارش انجام میده یا دستیار کنار مطب که کنار د... یونیت که داره کنار جراحی به من کمک میکنه همه اینها باعث میشه که در این تجربه نقش داشته باشیم و باز میخوام بگم که وقتی اقتصاد اقتصاد تجربه است دیجیتالی شدن قطعا میتونه کمک بکنه که تجربه بیمارتون رو بهبود بدید دیجیتال کمک میکنه که یه ولیو پروپوزیشن قوی پیدا کنید در مطب ولیو چی هست؟ ما ولیو رو تعریف میکنیم میگیم که مثالش رو در درن پشکی من به شما میگم در یک شهری دارم من فعالیت درمانی انجام میدم من درمان لمینت انجام میدم بیماران زیادی به درمان لمینت توی شهر نیاز دارن اما همکاران کمی مثل من میتونن مثلا یه آناتومی خوب یا یه کار خیلی پرفکت و در یه زمان کوتاه تحویل بدن گاهی اوقات هست که در همون دوتا تا کوچه پایینتر یه آقای دکتر و یا یه خانم دکتری هست که میتونه عینا یه کار به همون زیبایی هم انجام بده اما ایرادش اینه که مثلا یه ماه طول میکشه کار کارو به من بده ولی من تو یه هفته انجام میدم این کارو و تحویل بیمارم میدم یا دو تا کوچه عمرتر. یه خانم دکتریه که این کار رو به همون زیبایی انجام میده اتفاقا در زمان کوتاه هم انجام میده ولی همزمان قیمتش هم از قیمت من پایین تره تو این بازی سگانه اون خام که کار زیباتر در زمان کوتاهتر تحویل میده و با قیمت منطقی تر این مزیت مزیتی که به عنوان یه ولی پروپوزیشن کمک میکنه مطبش به سرعت رشد بکنه این بازی تو این بازی در واقع پیدا کردن ولیو شما باید در مطب خودتون دنبال ولیوتون باشید دنبال این باشید که در مطب شما با توجه به اون سگمنتشن مخاطبینتون با هر کیفیتی که هست چه درمانی بهتر و موفقتر از رقباتون انجام میشه در فضای یه شهرستان یا در مثلا اون زونی که دارید در یه شهر بزرگتر فعالیت میکنید در اطرافتون اول اصلا باید خبر داشته باشید که چه اتفاقات در میافته چه درمان های نرم این صنعت دن پزشکیه و دنبال ولی خودتون بگردید من در چه کاری میتونم بهتر این درمان رو به انجام برسونم وقتی میگم بهتر باید یه مداری شفافتر صحبت بکنیم ولیو از جنس سه تا چیز میتونه باشه یا من میتونم اون ولی قیمت باشه گاهی اوقات من میتونم قیمتی آفر بدم به بیمار بعد بهتون میگم دیجیتالی شدن کمک میکنه بتونید رقابت قیمتی هم ایجاد بکنید و خلاف تصور همه که فکر میکنن دیجیتالی شدن هزینه بره دیجیتالی شدن در ابتدا ممکنه سرمایه گذاری باشه که هزینه میخواد اما به شدت برگشت هزینه داره و در واقع میتونه کمک کنه کاست شما کاهش پیدا بکنه این کاهش کاست کمک میکنه رقابت قیمتی بتونید بکنید در دند پشکی رقابت قیمتی همیشه کار میکنه چون همیشه بیمارانی رو داریم که دنبال در واقع به هر حال کاهش هزینهشون هستن تو درمان پر هزینه دند اما اون چیزی که خیلی خیلی قدرتمندتر هست در دندان پزشکی از نگاه من داستان ما در دردن پزشکی خیلی خوب میتونیم اکسپرینس بیمار رو عوض بکنیم و در دندان پزشکی اتفاقا دیجیتال خیلی خیلی در این بخش موفق عمل میکنه یعنی میتونه تجربه درمان بیمارتون رو متفاوت بکنه و وقتی میگم تفاوت در تجربه بذارید شفافتر صحبت بکنم ما با چهار تا روش میتونیم تجربه بیمارمون رو بهبود بدیم ببخشید منو با چهار تا روش میتونیم تجربه بیمارمون رو بهبود بدیم با کاهش عصبانیتش با کاهش نگرانیش با القاء حس ارزشمندی به بیمارمون و با ایجاد هیجان هیجان مثبت هر اقدامی که در مطب انجام بدی بتونه عصبانیت رو کم کنه یا نگرانی ناراحتی بیمار رو کم کنه این یه ولیو هست اگر من امروز اسکن انجام میدم و بیمارم به من میگه آی دکتر دیگه مثل قبل قالب گیری نمی کنید این یه پیام باید بر من داشته باشه یه اکت ناخوشایندی قبلا من داشتم با قالب گیریم براش انجام میدادم که امروز اگر انجامش نمیدم بیمار حسش حس خوشایند این کاهش عصبانیت یا کاهش نگرانیه از هر جنسی که هست باعث میشه اکسپریانس بهتر باشه و باعث میشه که این ابزار بتونه کمک بکنه به رشد پرکتیستون چون به عنوان ولیو عمل میکنه وقتی میگم ولیو یعنی می یه جوری این ابزار یا این روش میشه شریک راهبردی مطب شما یعنی کمک میکنه که بتونید رقابت بکنید کار رو رقابت پذیر میکنه براتون و در واقع کمک میکنه بتونید با سایر در واقع همکاران و رقبای حرفه ایتون رقابت موثر تایید داشته از این بخش دیگه میگذرم میخوام توجهتون رو فقط جلب کنم به واژه پیشن جرنی در واقع دیجیتالی شدن کمک میکنه شما عملکردتون بهتر شه پیشن جرنی موفق تری رو بتونید مدل کنید در پرکتیستون و این قطعاً قطعاً بازگشت سرمایش خیلی سری براتون اتفاق خواهد افتاد اون اعتباری که ایجاد میکنه برای یک مطلب یا کلینیک این این اپروچ کمک میکنه که بتونید مخاطبین خوشحال تری داشته باشید اون که ما میگیم در دندانپزشکی میگیم مراجع کننده مشعوف ایجاد میکنه مراجع کننده مشعوف یعنی اون کسی که از مطلب شما میره بیرون و شما رو به دیگران ریکامند میکنه این همون سیستم بازاریابی دهان به که در دندانپزشکی خیلی خیلی موفق عمل میکنه بسیار بخش چرایی رو ازش عبور میکنم پس ما داریم وارد این مسیر میشیم که درمانهامون رو دق دقیق تر با کیفیت بهتر با کاری بهتر انجام بدیم اکسپریانس بیمار رو بهتر بکنیم و همه اینا باعث بناس رشد پرکتیس همون بشه اما اگر از بریرا بخوایم بگیم اصلی ترین بریار دیجیتالی شدن و ترانسفوم شدن از نگاه خیلی از کسانی که تو این زمینه صاحب تجربه این هست که بریر بریر هزینه و بریر مالی نیست بریر بیشتر فرهنگ تیم فرهنگ ساختار مطب یا کلینیک شماست خیلی اوقات همکار من در مطب خیلی خیلی سر شلوغه زیاد خیلی زیاد برمیخوریم همکارانی که مطبشون فوق العاده شلوغه وارد مسیر دیجیتال نمیشن چون یا حسشونی که خیلی ازشون وقت میگیره الان اصلا آمادگی ذهنیشو ندارم یا حسش که نه خیلی ممکنه تغییری ایجاد نکنه یا از هر جنس دیگری از این نوع یا اصلا دوست داره انجام بده تیم باهاش همراه نیست و خودش هم واقعا شخصا انقدر بیزیه و انقدر در واقع مطلب شلوغه که نمیتونه پشت این سیستم انرژی بگذاره اینجا چالش چالش هزینه نیست واقعا مشکلی برای هزینه کرد توی این سیستم ندارد اما اصلا نگرش خودش یا تیمش آماده نیست برای این تغییر و این خب بریر اصلیه برای ترانسفورم شدن دن ها آمار میگه که تقریبا در سال 2023 نزدیک به سی درصد پرکتیس ها حالا آمار آمار اروپا و آمریکا هست سی درصد از پرکتیس ها دیجیتالی هستند بزرگی بازار کت کم رو در 2022 مثلا میگن یه عددی هلوش دو, دو میلیارد دلار هست داستان داستان هم اسکنر هاست هم در واقع میلینگ ماشین هاست هم سیستم پرینت کل صنعت کتکم کم دنسری رو میگن یه بزرگی بازار دو دو میلیارد دلاری داره این عدد رو میگن که احتمالا تا سال 2030 یه عددی هلوش پنج میلیارد دلار یعنی یه رشد بیش از شاید نزدیک به 130 درصدی رو ممکنه تجربه بکنه این تغییر این تغییر این تغییر در واقع 150 درصدی در این بزرگی بازار قطعا متکی به یک تغییر در صنعت ما اگر خودمون هم به این سمت نریم بیمارانمون دارن ما رو پوش میکنن به این سمت و این نشون میده چقدر آمار فروش اسکنر ها داره تغییر میکنه چقدر آمار فروش پرینتر ها داره تغییر میکنه و بقیه اجزا به همین سمت این تغییر تغییریه که پس بریرش خیلی اوقات واقعا مالی نیست بعد فرهنگ ایجاد شه و من بدونم که این تغییر چطور میتونه همه نوع اداره یه در واقع حرفه من رو تغییر بده این تغییر فقط از جنس تغییر در درمان نیست فرهنگ کار رو در مطب یا کلینیک شما ممکنه بتونه تغییر بده خب بیام یک قدم جلوتر اگر من امروز به این یقین برسم که دیجیتالی شدن کمک بناس بکنه به شکل واقعی به بهبود چرخه مالی مطب من و ایجاد رضایت بیشتر در بیماران و مراجعین من بعد بعد به این فکر کنم که خب این تغییر این دیجیتالی شدن چه اجزایی داره چه جوری در واقع میشه چارچوبش رو تصویر کرد من اینجا آمدم چند تا مثال استفاده کردم از چند تا در واقع کیس استفاده کردم برای اینکه سولوشن های مختلف رو بیام توضیح بدم اینجا ما هم از سخت افزار صحبت بنس بکنیم در این کیس ها هم از نرم افزار های مختلف اینه به هم پیوسته است من در واقع اگر میخوام در یه چنین کیسی در یه درمانی مشابه این کیس بیام و دیجیتالی رو تغییر بدم ابزارام خیلی متنوع تره و نوع تصمیم گیریم خیلی خیلی داینامیک تر و منعطف تر دندان پزشکی دیجیتال به شما انعطاف در تصمیم گیری میده خیلی سیستم سیستم باز و اوپنیه به راحتی میتونید از یک پلتفرم به یک پلتفرم دیگر فایلتون رو جابجا بکنید بس قایم میتونید خیلی خیلی راحت جابجا بکنید فایل بیمارتون رو و از یک نرم افزار شروع کنید یه بخشی از کار در یه نرم افزار بعد فایل ارسال کنید به نرم افزار بعدی کار بعدی رو انجام بدید یه بخش از کار این بیمار با پرینتر 3D انجام شه یه بخش دیگری از محصولاتی که نیاز داره با مثلا میلینگ ماشین دنبال باشه و این این تو این کیس خواستم این دید رو منتقل بکنم که دندان دیجیتال به شما انعطاف میده به شما کمک میکنه که خیلی داینامیک بتونید درمان بیمارتون رو مدل کنید با شیر کنید درمان رو بیمارتون هپی تر باشه در مورد پذیرش درمانش خیلی آگاه تر باشه و درمانش هم ساده تر و راحت تر تجربه کنه اینا همه با هم به این توجه کنید خواهش میکنم بناس یک نتیجه نهایی به شما بده بیمار مشعوف ایجاد کنه خیلی ترم مهمیه ما همه تلاشی همه هزینه که شما در, در مطب میکنید همه اون وقت و انرژی که در مطبتون میگذارید باید منجر به ایجاد بیمار مشعوف بشه و این سخت ترین و در کنارش میتونم بگم ساده ترین شاید خیلی دوگانه جالب ترجیح سخت ترین و ساده ترین کاری که میشه در مطب انجام داد واقعا اگر در این مدل فکر شده طراحی بکنید داستان پیشن جرنی رو بتونید در مطبتون صحیح مدل کنید و روی اجرای درمان هم با ابزار دیجیتال بتونید بهبود بدید تجربی بیمار رو ساده ترین کار ممکن ایجاد بیمار مشروفه و در قیاب این اپروش در یک سیستمی که آشفتگی داره در یک سیستمی که نظم و سامان چه در بحث پذیرش بیمار چه در بحث معاینه و درمانش اتفاق نمیفته و درمانش هم یه درمان با تجربه الاین با فرهنگ ساختار سندن پشکی حتی یه خود پایین تر از اون استاندارد صنعت سخت در این کار ممکن ایجاد بیمار مشعوف اینجوری میتونید بهتر تصویر بکنید از چی داریم صحبت میکنیم همه این تلاش ها برای اینکه بیمار من وقتی از در میره بیرون بگه وای چه تجربه خوبی با تجربه قبلی فرق میکرد بریم سراغ بیمار این بیماری که با یه شین نمایی آمده با فرکشر دندان سمت چپ یه زای پرپیکال یه دیفکت پاکت وسیع و دیفکت رو دندان مجاور در نمای رادیوگرافی بعد از ماینه و حال ارزیابی ما متوجه شدیم که دندان یک طرف مقابلش هم دچار فرکشره و عملا در واقع دو تا سنترالش رو بیمار به واسطه سابقه ترومای قبلی امروز بناس کرد دست بده برایش با کمک نرم افزار امپلنت استودیو یک سرجیکال گاید ساده تهیه شده این سرجیکال گاید طراحیش انجام میگیره و به شکل یک محصول آماده میشه برای درمان من اینجا یک تایم لپسی از طراحی دارم تو این مسیر چی نیاز داریم؟ قایتا اولین نیازمون یک اسکن 3D هست یک سی بی سی تی از بیمار میخوام در کنار سی بی سی تی یک اسکن داخل دهان میخوام نرم افزار این دوتا داده رو به عنوان داده اولی با هم مرج میکنه و نهتا یک گاید جراحی برام میسازه این گاید جراحی بناز کمک بکنه که درمانم رو دقیق تر و قابل پیش تر انجام بدم بعد از اینکه طراحی در این نرم افزار کامل بشه خروجی این نرم افزار برای شما یک محصول فیزیکی به نام سرجیکال گاید همون چیزی که نهایتا بناس پرینتش انجام شه و پرینت شده شو من در جلسه درمان بیام و استفاده بکنم میرم جلوتر ویدیو رو اینجا سرجیکال گاید طراحیش داره کامل میشه این محصول به شکل فیزیکی بعد تولید شه و در جلسه جراحی استفاده بکنمش پرینت این محصول رو با کمک پرینتر انجام میدیم و این راهنما میاد در جلسه درمان که به کمکش بتونم درمان بیمارم رو ساده تر بکنم و اگر امکانش بود بتونم فلاپلس درمانش رو انجام بدم گاهی اوقات امروز در کیس همون سرجیکال باید کمک میکنه یه درمانی که در روش کامشنال مجبور بودم با فلاپ انجامش بدم رو بتونم به شکل فلاپلس دنبال بکنم حالا این محصول بناس که پرینت شه و این پرینت توسط یک پرینتر 3D انجام میداره. پرینتر 3D من خیلی اوقات میگم برای شما اگر دارید ایمپلنت کار میکنید یا دارید در لاین زیبایی کار میکنید شاید اولین خریدی که باید انجام بدید خرید اکانت نرم افزار هست مثلا نرم افزار تری شیپ یا نرم افزار اگزوکت یه نرم افزاری که باش فقط بتونید دیزاین انجام بدید وقتی با یه سیستم ساده شروع میکنید در مطب یه سیستم ساده که میگم یعنی مثلا یک سیستم دسکتاپ نو اگر بخوام بگیرم 60 70 تومن و اگه بخوام استوکش رو بگیرم مثلا هولش 40 تومن میتونم یه سیستمی بگیرم که بتونم روش دیزاین انجام بدم لپتاپ تو همین رج باز میتونم در واقع تهیهش بکنم این سیستم بناس برای من کار طراحی انجام بده یه نرم افزار طراحی رو باید خرید بکنم خب در داخل کشور هم که فراوان در واقع تامین کنندگانش حضور دارن یه نسخه کرک شده رو میتونم با یه هزینه معقول تهیه کنم و شروع کنم به طراحی حتی قبل از اینکه اسکنر بگیرم شما برای تهیه فایل اسکن لازم نیست که حتما اسکنر داشته باشید میتونید قالب آلژینات بگیرید اولین لابراتور براتون تبدیلش کنه به فایل دیجیتال و بعد از اینکه گچش ریخ اسکنش کنه فایل رو به شما برگردونه برای طراحی سرجیکال گایدتون یا طراحی ماکاپ زیباییتون و بعد با کمک اون طراحی ممکنه خرید دومی که بعد نیاز پیدا میکنید اگر در مطبتون گاید های زیادی داره تولید میشه امروز فاکتور بزرگی دارید برای گاید پرینت گاید میپردازید یا ماکاپ های زیباییتون پر تعداده و تعداد پرینتر های زیادی دارید فاکتور میکنید خرید دومتون ممکنه پرینتر 3D باشه یه پرینتر 3D که مثلا از رنج 7-8 تا امروز میتونید تاییش بکنید نمونه های نرم و در پرینتر مدل های ارزان قیمت رو تا مثلا رنج های هلوش 250 نمونه های خود تخصیل دنتال و باز عدد های بالاتر بنابراین من میگم دستتون بازه که متناسب با نیازتون بتونید پله پله ورود پیدا بکنید به این دیجیتال و بعد از یک نرم افزار که یکی دو ما باش کار کردی خودتون و تیمتون با این نرم افزار آشنا شدن با روش کارش بعد برید سراغ استپ بعدی که خرید پرینتره یه خود با پرینتر کار کردید بعد برید استپ بعدی سراغ در واقع خرید یک اسکنر خب حالا تو این کیس کشیدن انجام میگیره بعد از اون میریم سراغ کاشت ایمپلنتش و کاشت ایمپلنتش رو هم خب به روش در یه زمان خیلی کوتاه انجام میدید تو این تایل بلابس در دو سوم کار خارج کردن آماده کردن حفره است و بعد اون یک سوم پایانی نهایتا میبینید همچنان دارم ریشه ها رو در میارم و بعد آخر کار در یه زمان خیلی کوتاه کاشتا رو میتونید انجام بدید و نهایتا برسید به اتمام درمانتون حالا این درمان انجام شده برای این بیمار و بعد از اتمام کاش براش یه تمپورری آماده شده یه تمپوری متصله به هم که بناس در سه ماه اول به بیمار کمک کنه اون طراحی قبل با تری بود این یکی طراحی در محیط اگزوکت داره اتفاق میفته طراحی دو تا روکش تمپوری که به شکل فوری در همون جلسه جراحی برای بیمارمون روی تایبیس تحویلش میشه بیمار داره از چند استپ مختلف از مزایای دندانپزشکی دیجیتال کمک میگیره برای اینکه بتونه یه درمان موفقتری رو داشته باشه بیمار آمده در تصویر سمت چپ همون بیمار هست که دوتا یکش کشیده شد به شکل سیم دی این روکش تمپورری رو, رو دریافت میکنه حالا اون حول لبه مرکزیش هم با کامپوزیت سیل میشه و میره چهار ماه بعد برمیگرده با این نما بعد از این نما میبینید تغییر بافتنم خب تغییر حداقلی هست و این تمپوری هم کمک کرده تا این چند ماه بیمار استتیک مناسبش داشته باشه حالا مقطعی که میخواد روکش فاینال بگیره تو این مقطع برای این بیمار کاری که انجام میدیم یک اسمایل دیزاینه برای این بیمار من از ابتدا پلنم این بوده است که براش سی ال استتیک انجام بدم ولی اینو در جلسه جراحی نخواستم ریسکای متعددی رو با هم میکس بکنم خود پروسه کشیدن کاشتش پر ریسک بود این سی چهار ماه بعد مرحله پورتز فاینال دارم برای شروع میکنم براش یه اسمایل دیزاین انجام میگیره دوباره در چرخه دیجیتال وارد میشه برای طراحی یه اسمایل دیزاین تودی براش انجام میگیره و بعد این اسمایل دیزاین تودی تبدیل میشه به اسمایل دیزاین 3D تودی رو در محیط تریشه پنجم دادیم فایل میاد در محیط اگزاکت تبدیل به فایل 3D میشه فایل 3D براش یک سرجیکال گاید دوال آماده میشه این دو... سرجیکال گاید در واقع CL هم میاد در جلسه جراحی کمک بکنه به تعیین موقعیت مارجین لسم حالا برداشت لسه انجام شده یه تمپوراری جدید به بیمار داده میشه بیمار میره یه ماه بعد میاد با این نما برای کار فاینال و کار فاینالش حالا آماده است برای اسکن میبینید که پروسه درمانش در استپای مختلف با ابزارهای مختلف دیجیتال کمک گرفته شده برای اینکه درمانش ساده تر بیمار تجربه کنه بیدندنی نداشته باشه و حالا بتونه در واقع بعد از گذشته این مدت یه درمان مناسب رو دنبال بکنه. به سخت افزار حتما میرسیم اگر اجازه بدید نمیدونم اینترنت منو دارید یا نه دوستان من نت موبایلم قطع شد برای همین فکر کردم شاید تصویر قطع شده بسیار خب خوشبختانه داریم بسیار خب برمیگردم سراغ اسلاید من سخت افزار رو خیلی دقیق بهش اشاره میکنم اگر از بفرمایی در ادامه میریم سراغش من از دوباره ببرم روی اسکرین شیر بسیار خب اینجا اسکن انجام شده و پروتز فاینال تهیه میشه اینجا اسکن بادی های مختلف رو داره نمایش میده تصویر اسکن بادی هایی که حالا برای ایمپلنت نوادنت اسکنبادی فلزی و اسکنبادی پیکو دارید میبینید بادی کمک میکنه دیتا ایمپلنت به نرم افزار منتقل شده بشه تری مناسب و براش دنبال بکنیم تو این مرحله من میخوام برای پروتز فاینال اقدام بکنم دو تا محصول دارم یکی کاستماایز اباتمنتی که برای بیمار تهیه شده این کاستماایز اباتمنت رو با کمک میلینگ ماشین های وت تراش انجام میدیم چیزی که دارید در دا دا تصویر میبینید یه میلینگ وت میلینگی که تحت جریان شستشوی مایه تراش جسم سخت مثل تایتانیوم رو میتونه به انجام برسونه بخش دوم محصول خود روکش زیرکانی است. روکش زیرکانی ها رو توی دستگاه میلینگ درای میتونیم تراش رو انجام بدیم مثل چیزی که دارید اینجا میبینید دو تا روکش زیرکانی های مجزا از هم برای بیمار تراشش انجام شده در میلینگ ماشین درای و نهایتا محصول میاد هر دو محصول میاد برای کلینیک برای تحویل به بیمار که نهتن. نتیجه نهایی رو بتونه رقم بزنه در مورد مینینگ های درایم در انتظار با صحبت خواهم کرد این تصویر اولیه تبدیل میشه بعد از گذشته یه پروسه تقریبا پنج ماه به کار فاینالی که حالا بیمار آماده است که کارهای حالا بلیچینگ و کارهای دیگر درمانیش رو هم دنبال بکنه کیس دوم رو از بدید با هم مرور بکنیم کیس دومی که دوباره درمان تلفیقی داره این دوتا کیس رو عمدن از انتخاب کردم چون در هر ایستگاه نرم افزار یا درمان دیجیتال متفاوتی رو دارن تجربه میکنن بیماری که با این نما برای در واقع اصلاح کامپوزیت و نیراش مراجعه کرده در جلسه اول ریمو کامپوزیت فک پایین انجام گرفته میبینیم که یک کرادینگ خیلی شدید رو سعی شده که با در واقع کامپوزیت بپوشونه همکار دندان پزشک و خب حالا آماده است بیمار برای اینکه اون درمان تغییر بده در اولین قدم ممکنه برایش اسمایل دیزاین انجام شه اسمایل دیزاین هستنش برای بیمار اینی که بهش نشون میده که شما چی تو ذهن دارید خیلی قد من خیلی شفاف میدونم در پایان درمان چه نتیجه بیمارم میگیره ولی بیمار واقعا نیاز داره که این نتیجه رو به شکلی براش پیشنمایش بدم تا دریافت بکنه در پایان درمانش چه انتظاری بعد داشته باشه یه اسمایل دیزاین تودی معمولا از دو تا عکس کمک گرفته میشه دو تا عکسی که از نمای فرونتال یکی با نمای لبخند یکی هم با نمای رترکت تهیه شده این دو نما در نرم افزار با هم مرج میشن و اون پروسه طراحی لبخند دنبال میشه این مرحله هم به شما کمک میکنه که محدودیت درمانتون رو بهتر بشناسید هم به بیمار کمک میکنه که اکسپتنس درمانتون رو خیلی راحتتر دریافت بکنید و در واقع بتونه ریت پذیرش درمان رو خیلی بهبود بده براتون این طراحی لبخند یه گام اوله برای بیمار برای اینکه بدون چه تغییری در ذهن شماست میتونه به شکل در واقع ویژوال براش نمایش داده بشه و برای سون یه ماکاپی رو آماده بکنه تا درمان در واقع زیباییش رو بتونه تراشش رو انجام این تودی رو میتونیم در محیط اگزوکت تبدیل به فایل 3D بکنیم و خب نهایتا بره برای اینکه تراشش انجام بگیره خود پروسه تراش فک بالا لامینت ها باز با کمک میلینگ های وت میتونه انجام بگیره ما اینجا میلینگ های چر ساید رو داریم که بعد از اسکن میتونن تولد محصول رو برامون به انجام برسونن این لامینت هایی که به شکل کدگم طراحی میشن اولا توسط ماشین تراش میخورن میبینید یه جایی بالکی هست سرویکالا اینا ها محدودیت هایی که نرم افزار به شما تحمیل میکنه و محصول تراش خورده تون به همشه بالکی میاد دستتون و شما اینا رو میاد به شکل دستی تکسچرایز میکنید مارژین رو نازک میکنید رو اصلاح می کنید و بعد آماده میکنید برای تحویل در واقع تو این مسیر هم با اینکه در لامینیت هایی کتکم ما تمام پروسه تراشمون رو داره میلینگ ماشین انجام میده اما نهایت امر اون مرحله ای که تکسچرایز کردن کار و آناتومی و اصلاح آناتومیش هست نهایتا به شکل دستی حتما بعد روی کار تکمیل شه تا کار آماده تحویل شد. خود مدل پرینت رو هم ما اینجا دیگه چون قالب آلژینات یا قالب اسپیدکس یا هر نوع قالب دیگری رو نداریم خود محصول فیزیکی که کار بخواد روش چیده و کار دستی روش انجام شه باید با کمک پرینت تولید شه اولا پرینتر هست که اون اسکن دیجیتال شما رو تبدیل به یه مدل میکنه پرینت میشه این مدل و نهایتا این مدل استفاده میشه به جای کست گچی و خب اینجا شما تراش ها میتونید ببینید تراش هایی که میتونه خیلی به شکل موفق در واقع امروز برای عمده بیماران زیبایی نتیجه موفق رو هم رقم بزنه با مینیمم تیکنسی که باز برامون خیلی ممکنه مزیت باشه این محصولات رو خود در واقع کراون ها یا لامینت ها رو یا این لی آن لی هایی که به شکل این دایرکت موزه تهیه می کنیم رو تماما میتونیم با میلینگ ماشین های وت ترشون انجام بدیم بیلینگ های وت میتونه نمونه لابراتواری داشته باشه که با یک فرز تراش انجام میدن به تبع یه دونه ممکنه با یه تایم نزدیک 30 دقیقه تا 40 دقیقه تراش انجام بدن یا همون لامینیت رو ممکنه با یه میلینگ چر ساید انجام بدید که معمولا به شکل دوال با دو فرست تراش انجام میده و اوریج زمان تراششون معمولا این سی 10 تا دوازده دقیقه ممکنه برای هر یک لامینیت زمان نیاز داشته باشه ای این مسئولی که تراش خورده است از روی بلانک فناتا میاد با پراسینگش انجام میگیره و آماده میشه برای تحویل این فک پایین همون بیمار هست فک پایین بعد از اینکه کامپوزیت ریموو شد میبینید که شلوغی اون کرودینگی که پوشش بده کرده با کامپوزیت و باعث تابل لسته بوده رو دارید میبینید کاری که برای این بیمار پیش پلان شد این شد که بره برای فاز اورتو الاینر یه درمان اورتو الاینر براش دریافت شه اسکیلینگ براش انجام شد در این جلسه ریموو شد و آماده شد برای اینکه شروع کنه درمان الاینرش رو درمان الاینر بناست که با کمک یه تعداد الاینر شما اون کرودینگ رو به حداقل برسونید بیمار حال درمانش شروع شد نهایت به شاید در واقع یه فاز چهار ماهه الاینراش دنبال شد یه جایی دیگه به واسه اینکه حالا شاید سفر داشت و امکان همراهی بیشتر نداشت دیگه توی همین مرحله درمان الاینرش استاپ شد الان دیگه انقدر دندون ها جابجا شده بود که ما مینیمم تراشمون رو بتونیم کنترل بکنیم و در واقع در یه حد کنترل شده تراش برای لامینت های بعدیش انجام شه در این بیمار چون افسش ویدی هم باید انجام می گرفت یه درمان افزایش ویدی پلان شد بعد از اینکه کرادینگ بهتر شد و به التهاب لثه کاهش پیدا کرد درمان زیباییش دنبال شد برای هم افزایش ویدی و هم در واقع درمان لامینت فک پای. و این نهایتا رستوریشن اینه این که باز تماما به شکل چر سایت تهیه شده تو این سیکل مثلا بیمار اگر صبح میاد برای تراش واقعا بعد از ظهر میشه رستوریشن شد آماده تحویل کرد و خب این مزیت بزرگیه که باز به شکل سیم دی بتونید پروتز رو به بیمارتون تحویل بدید و نتیجه ای نهایی کیس سوم رو هم خدمتتون معرفی میکنم کسی که برای درمان ایمپلنت مراجعه کرده با یه چنین نمای لبخندی با دندونهایی که عموما هوپلس هست برای بیمار کشیدن دندونها کاشتش و تمپرایزیشنش به شکل سیم دی انجام شد این پروتز فوری به بیمار تحویل شد و بیمار میتونه در واقع در این روش هم به شکل قلبگیری سنتی میتونه دنبالشه هم به شکل, شکل دیجیتال میتونه با اسکنبادی اسکن بادی و به یک پروتز تمپورری برسیم برای تحویل به بیمار این پروتز موقت اجنس جنس پی ام ای هست خیلی اوقات در واقع روکش موقتی که به شکل سه ماه آماده میکنیم از متریال پی ام ای به شکل درای تراشش انجام میگیره توسط میلینگ ماشین میتونه همین محصول پرینت هم بشه البته ما در پرینترها محدودیت کماکان استکام شکست کمتر محصولات پرینتی رو داریم ما در نمونهایی که به هر دلیل استکام شکست بالا نیاز داریم میریم سراغ میلینگ ماشین ها و پی ام, ام ای اساسا رزین های پرینت کماکان حتی امروز نمیتونن استکام شکست مورد نیازمون برای کارای وسیع فول آرچ یا لانگ بیش از 3 4 واحدی رو تامین بکنن این پی به ای بیمار تحویل میشه دوباره بیمار سه ماه بعد با سی ال ریداکشن در واقع قسمت استتیکش براش انجام گرفته و نهایتاً درمان فاینالش توی این سیستم دوباره محصول پروتز فاینالتون میتونه مثلا اگر با بیس کاستمایز اباتمنته یه میلینگ و این تصویر در قسمت پایین میلینگ وتیه که کاسم از رو میتراشه تصویر بالا میلینگ درایی هست که زیرکانی ها رو میتراشه و به شکل تو هم محصول بیمار تحقیق با این سطح کیس خواستم یه مروری بکنم روی ابزارهایی که امروز در دندانپزشکی ما داریم ازشون استفاده میکنیم و خب به نوعی در واقع سرویس میده به بیمارانمون اما در بخش پایانی میخوام از این صحبت کنم که چطور این تغییر رو در مطب انجام بدید و ممکنه چه هزینه هایی رو نیاز داشته باشید و چه دیوایس هایی امروز مناسب تر هست براتون قبل از اینکه بخش سوم رو بگم خواهش اینکه اگه سوالی هست الان دوستان عنوان بکنن در مورد این بخش بعد من بخش سوم رو شروع کنم یه سی ثانیه اگر دوستان سوالی دارن بگن و من در هستم بعد قسمت سوم رو که پارت کوتاه‌تری خواهد بود بعداً با هم مرورش رو شروع بکنیم پرینتر در مطب چقدر میتونه کاربردی باشه خیلی خیلی زیاد امروز در کلینیک ما بدون پرینتر نمیتونیم کار بکنیم اما جواب سوال شما رو اگر بخوام صحیح بدم باید بگم که امروز با چه بیمارانی در مطب مواجهید همه چیز برمیگرده به سگمنتیشن مخاطبین شما در مطب اینکه امروز بیشتر بیمار زیبایی در مطب میبینید شما یا بیشتر بیمار ایمپلنت دارید بیشتر درگیر کار در واقع استتیک هستید یا بیشتر در واقع درگیر کارهای ایمپلنت هستید تو این دو تا لاین در هر دو لاین میتونید من یه مداری اینو جابجا کنم براشد. در هر دو لاین خیلی خوب میتونید از پرینتر کمک بگیرید پرینتر اگه بخوام سریعتر بگم که کی میتونه براتون مفید باشه همیشه به فاکتوراتون توجه کنید اگر امروز محصولات زیادی دارید پرینت میکنید مثلا ما کاپای زیبایی پرتعدادی دارید یا سرجیکال گاید زیادی دارید و عدد فاکتور پرینتتون عدد چشمگیر درماه مثلا دارید ماهانه 15 میلیون یا 20 میلیون فاکتور میکنید بابت سرجیکال گاید ها من بهتون پیشنهاد میدم حتما برید سمت اینکه مهارت طراحی سرجیکال گاید رو بیاموزید یه پرینتر مدل خیلی خیلی نرم نه خیلی گران قیمت یه پرینتر هولش 80 تومن تا 100 امروز میتونه نیاز شما برای پرینتر سرجیکال گایداتون تامین بکنه در مورد های معمول داریم صحبت میکنیم بنابراین به فاکتوراتون توجه بکنید میتونید به این برسید که کی لازمه خرید بکنید در مورد میلینگ هم همینطور است من همکاری میگه که میلینگ مناسب هست یا نه میگم چقدر فاکتور پروتز ثابتت برای اون باید تصمیم بگیریم که برای شما امروز خرید مناسب هست یا نه اصلا اف کردن یا در واقع به شکل این سرویس دادن بستگی داره به مدل مالی بعد واقعا به یه آر مناسب برسید تا بتونید تصمیم بگیرید سال بعدی اینی که چون من میدم که هر کسی میخواد استفاده نمیکنه چون انگار متخصص نیروی رسان بلد چون دکتر وقت زنگ نداره این خیلی سوال کلیدیه. من چون الان اسم ندارم همکاری عزیزی که به عنوان میهمان این سوالو ساب کردن این سوال خیلی 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 پاسخش مهمه. ببینید من هم مثل شما من به طور مکرر ممکنه مورد مشاوره قرار بگیرم برای تجهیز لابراتوار دیجیتال اولین چیزی که با تاکید میگم اینه که اهل این هستی که یه کاری رو به دیگری بسپاری اصلا برون سپاری بلدید یا نه همه کار خودتون دنبال میکنید عموما مدل هایی که به شکل ناموفق این مسیر رو وارد میشن و بعد رهاش میکنن و میگن مثلا ممکنه کار نکنه یا ممکنه بگن که نه خیلی اصاب کردی داره و من همکارانی که در اون بخشی که باید بسپرن به کسی یک کاری رو یه مدار ممکنه دچار ضعف باشن این سیستم اگر بخواد به شکل این هاپس پیاده شه جدا از چالش های حالا در واقع فضای فیزیکی و تامین دیوایس و اینها و همه و همه, و همه، یه مهارت خیلی کلیدی لازمه اونم که بتونید در دیگران مشارکت بگیرید این کار بدون اینکه یک تکنسین یا چند تکنسین در کنارتون ترین شن و این کار رو بعد انجام بدن اصلا نمیشه مدلش کرد هیچ موقع بردن پش اقتصادی نیست که مطب کلینیک و یونیت رو رها بکنه بیاد پشت سن طراحی بکنه برای ابتدای کار منطقیه که یک ماه دو ماه سه ماه وقت بگذاریم و این کار رو کنار اون تیم باشیم و حلشون بدیم ولی واقعا بعد از سه ما بعد این کار تکنسین انجام بده اگر دارید به این فکر میکنید که خودم برم این کار رو همیشه انجام بدم اشتباه دارید فکر میکنید این کار حتما باید آپسورشه نه به بیرون منظورم این که به فرد دیگری سپرده شه و در فرد و در خود کلینیکتون یکی از دستیارانی که استعداد بهتری داره یا یکی از تیم پذیرش که استعداد بهتری داره یا اصلا یک کسی از بیرون به تیم جوین شه و این کار رو شروع بکنه و بعد از واقعیت اینه که در طراح دیجیتال بعد از سه تا چهار ماه کار کردن واقعا میتونی یه طراح با توانمندی خوب و به نوعی طراح اکسپرت داشته باشی در تیم این مدل باید اینجوری ترانسفورم شه نمیتونی خودت این کار رو تا انتها انجام بدی حتما اگر بناس به این مسیر به شکل یه مسیر برای کاهش هزینه نگاه بکنید باید بتونی مشارکت بگیری دیگران و بتونی تیم رو گسترش بدی اصلا به اینکه خودتون دنبال بکنید کل کار رو فکر نکنید لطفا هزینه دیجیتال شدن در این زمینه چقدر هست همینطور گفتم هزینه میتونه خیلی نامحدود باشه اینکه شما چطور باید هزینه کنید باید به فرمول خودتون برسید همونطور گفتم برای خیلی از شما که در ابتدای مسیر میخواد وارد شید منطقی اینه که از این نرم افزار اول شروع کنید این اصلا کرک شده و یه سیستمی که یه مقدار کانفیگ مناسب داره که در ادامه صحبت میکنم تهیه کنید شروع کنید طراحیاتون یه ماه دو ماه طراحی کنید پذیرش شما دستیار شما با این واژه با این ترمینولوژی با این سفر محصول از یک سیستم به سیستم دیگه سفر فایل از سیستم به سیستم دیگه باید آشنا بشه تا بعد کم 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 فرهنگ جاری بشه و مقاومت کم بشه بزن اینجا مثال بزنم شما امروز پول دروش رو میبری کل چرخه رو میبری میذاری گوشه کلینیک میگی بریم شروع کنیم به کار اصلا اینجوری کار نمیکنه این سیستم این سیستم باید پشتش انرژی بگذاری آهسته و پیوسته با یه شیب ملایم از یک کار دو کار پرت ماده و متریال اتفاق بیفته چند تا بلانک خراب بکنید تا برسه به دستگاه به اون در واقع ستاپ ایدال با گیری بشه سیستم تا بتونه درست کار کنه اگر پول درشت گذاشتی و مرتب تحت تنش اقساطش هم هستی میخواد از ما بعد اقساطش هم شروع بکنی و تیم هم حالا بنا تازه با این تیم همراه بشن و با این ابزار و وسایل آشنا بشن هر روز به خود استرس وارد میکنی استرس رو به تیم منتقل میکنی نه تیم روش میکنه نه خودت میتونی این کار رو انجام بدی دو سه ماه بعدم عصبی میذاریش کنار رو دنبال فروششی این کار باید گام به گام دنبال بشه واقعا باید به شکل گام به گام دنبال کنی چون تیم شما نیاز به آموزش داره این کار رو نمیتونید یه هایی یه شبه یه هفته ای انجام بدید باید با یه شیب ملایم این آدم ها با این فرهنگ کنار بیان بزرگترین بریر یادتون باشه گفتیم نیروی انسانیه تو این داستان نیروی انسانی شما در کلینیکتونه که مانع رشد این مسیر در ابتدای کار شما باید با یک استراتژی مناسب اینها رو همراه بکنید با این تغییر و این پروسه پروسه زمانبریه یه شب اتفاق بیفته. برای بیفته بنابراین خیلی وقت ممکنه خوب باشد نه شروع کنید بعد به پرینتر فکر کنید بعد اسکنر رو بخرید بعد از یه مدتی وقتی ترنور خوب بود بره سراغ میلینگ حتی در میلینگ هم باز میگیم که شاید در ابتدا خوب باشه یه دستگاه دوال بگیرید که هم وت بزنه هم درای بعد از مدتی حجم کارتون افزایش پیدا کرد تعداد کارهای وت و درای زیاد شد مرتب سویچ به تو درایتون داشت اتفاق میافتاد به اون مقطعی برسید که این یکی دستگاه رو دیگه بذارید فقط برای وت یا فقط برای درای یه دستگاه دوم رو بگیرید بر اون بخش دوم در ادامه صحبت میکنیم در مورد دستگاه شراکت با تیم لابراتوار دیجیتال ببین دکتر بازم مهمان عزیز ببینید آقای دکتر ببینید خانم دکتر نمیدونم که سوال از جانب کیه این یک استراتژی خیلی موفقه موتور محرکش دو تا چیزه هم لابراتوارها ها هر روز تحت تنش پیدا کردن مخاطب و مراجع و مشتریان. هم کلینیک ها هر روز تحت تنش اینن که بتونن سرویس هاشون سیمده ارائه بدن چون در دو سمت این نیروی محرکه وجود داره اتفاقا این شراکت شراکت خیلی راهبردی و موفقه. حتما خوبه که پیدا بکنیم یه چنین الگوی شراکتی رو یه لابراتوار امروز برنده است اگر با یه کلینیک بزرگ در شهر خودش یا در نزدیکی خودش بتونه پارتنرشیپی رو به امضا برسونه و یه شراکت بورد بورد رو رو کاغذ بیاره که بتونن با همدیگه برن جلو لابراتوار به شدت به کلینیک کمک میکنه برای رشد بازار و رضایت ایجاد کردن و کلینیک هم به شدت کمک میکنه اون لابراتوار در یه سیف زونی بدون همیشه حجم قابل قبولی از کار رو داره این که این الگو خیلی موفقیه خانم خسروی عزیز در شروع کار از یه نفر میتونی شروع کنید میتونه از دو نفر شروع شه یه نفری که مثلا بستگی به نوع کاراتون داره این که میگم به سگمنت کارتون رب داره خیلی مهمه اگر شما بیشتر کارتون ایمپلنته امروز حتما یه نفری میخواد که دیزاین کنه یه نفری هم میخواید که بیاد استنگلیز انجام بده برای این شاید دو تا نیرو برای شروع خوب باشه یه نیروی استین و گلیزی که یه خود دیگه تمرین کرده و اکسپرت تره یه دیزاینری که کنار خودتون بیاد بشینه کم کم با یه شیب ملایم رعایت بگیره سه ماه بعد میتونه حرفه‌ای باشه اگر آدم صحیح رو انتخاب کرده باشه در یه سیستم کلینیک بزرگتر که تنوع محصول زیاده یعنی مثلا لامینت داره این لی داره کاسم داره پرمیل داره همه چیز داره اینجا ممکنه تیم از همون ابتدا خوب بشه یه تیم چهار نفره شروع کنن به کار و یکیشون اکسپرت باشه طراح اکسپرت دو سه نفر زیر دستون کم کم این مهارت رو با هم دیگه جلو برو ارتقا پیدا بکنه نه اسکنر از نظر اینکه ماژول اورتو پلان دارن یا خیر بر مطلبی چقدر فاکتور ام تا این سوال سوالیه که خام دکتر مطرح کردن در مورد نرم افزارهای اسکنر ببینید نرمزهای چینی نرمزهای کره ای دارن ماژول ها رو اضافه میکنن ماژول اسمایل دیزاین ماژول در واقع اورتو الاینر و و ام... میتونن از این ماژول ها استفاده کنن در مطب اگر مثلا شما اسکنر مدیت رو دارید و عمده کارتون هم زیبایی و اسمایل دیزاینه خب از همون میتونید استفاده کنید به شکل فری برای اسمایل دیزاین هاتون اگر هم اسمایل دیزاین میخواید هم مثلا سرجیکال گاید میخواید ممکنه تری شیپ رو لازم باشه مثلا کرک شده شو بگیرید یا اگزیکت کرک و اگزوپلان کرک رو بگیرید که بتونید اینا رو با هم انجام بدید بستگی به سگمنت بیماران شما داره اما اساساً نرم افزار هایی که با اسکنر های چینی و کوری انجام میشن ارائه میشن هنوز به اون بلوغی نرسیدن که عمده سرویس های شما بتونن انجام بدن در حالی که نرم مادر مثل اگزوکت خانواده نرم افزار یا نرفزاره دنتال سیستم و در واقع تیو شیپ اسم و دیزن شیپ این جامعه که تمام رو دارن شما یک کرک مثلا هفت دومنی هشت دومنی عددشون متفاوت دوستان تهیه میکنید خب تقریبا عمده این سرویس ها رو میتونید با هم بگیرید ولی در آینده قاطعا عمده نیازمون همون نرم هم رو حتما تامین خواهند کرد در مورد هزینه تایی اصلی و مشکلات اون یا تا اسلیولس بوده اسلیولس خب خیلی اوقات دیگه الان عمده طراحی ها رو میشه اسلیولس دنبال کرد یعنی الان, الان خب خیلی میل بیشتری به این سمت خصوصا از جایی که عمده از هم که اینجا دارن اسلی حالا ساختارهایی که دارن سرجیکال کات میکنن و با اسلیو بهتون ارائه میدن اسلیو با اسلی های خب نیست که همینجوری در واقع با بومی در واقع تهیه شده خب خیلی اوقات کیفیت کالیتی مدنظر نظر شما نیست اون آلودگی و در واقع مسائل این چنی رو ممکنه باش بخواید درگیر باشید واقعیت اینه که خیلی خیلی داره میره نوع طراحی سرجیکال به سمت کارهای استیبلس در اسکنر بی واقعیت اینه که انواع بی سین روز به روز دارن قابل اعتمادتر میشوند امروز ما خیلی به جنس دغدغمون واقعی که در اون فواصلی که ما داریم کار میکنیم با توجه تکنولوژی هایی که در نمونه های داره به کار میره ما محدودیت ترنسفر دیتا رو دیگه خیلی نداریم ما قوی ترین اسکنری که به جهت حجم دیتا بیشترین حجم دیتا رو داشت پرایم اسکن سیرونا بود پرایم اسکن سیرونا هم, هم همین چند هفته گذشته نمونه وایرلس خودش عرضه کرده این نشون میده که ما دیگه در تکنولوژی انتقال دیتا امروز محدودیتی نداریم تکنولوژی خیلی جلوتر از نیاز ما در دندان بهش حرکت کرده امروز و تقریبا با هر سرعت ترانسفر داده ای ما امروز سخت افزار پروتکل های سخت افزاری انتقال اطلاعاتش امروز خوشبختانه وجود داره اگر مشکلی در نرم افزار دارید میبینید بیشتر از جنس نرم افزار تا سخت افزار ما مشکلاتی که در اسکنر ها داریم عموما مشکلات نرم افزاری این در واقع اون بهبود نیازی در سخت افزار اتفاق بیفته نیازی در تکنولوژی ترانسفر داده تغییر اتفاق بیفته اون الان مردن ناف داره به اون سرویس میده ما مشکل اون در خود نرم افزاره مثلا نرم افزار شاینینگ یا نرم افزار مدیت یا نرم افزار هر ابزار وایرلس دیگری که دارید خود نرم افزار ممکنه در واقع کماکان باگ هایی رو داشته باشه که تو سیچویشن های خاص ممکنه شما رو یه و دستتون پوست گردو بذاره وگرنه در عموم سناریو امروز موفق وایرلس دارن کار میکنن خیلی مشکل جدی ممکنه نباشه مشکل کانکشن برای شروع اگزوکت برای شروع تری شیپ برای ماکاپ های زیبایی و این به نوعی در واقع اسمال دیزاین های تودی یا برای اسما در واقع سرجیکال گایده سادهتون کیسه یک واحد دو واحد کسی ساده قطعا به تریشه فکر کنید چون یوزر فرندلی کاملا ماژولا رابطه خیلی رابطه ساده برای کاربر و کار, کار, با کار باش ساده است اگر سمت کارهای ادونس تر میرید خب قطعا ممکنه مثلا اگزوپلان ساختار موفق تری باشه در طراحی کارهایی که در واقع یه مدار تر هست در مورد آموزش نرم افزار خوشبختانه امروز خیلی سرس های مختلفی وجود داره چه انواع فری چه انواع پولی میتونید مراجعه بکنید با و در واقع یادگیری رو خودتون مدل بکنید اگر نیاز باشه معمولا من الگویی که باز پیشنهاد میدم اینه مثلا یک کلینیکی یا لابراتواری میگه که نیرو میخوام ترین بکنید تو این ترنینگ معمولا پروتکل خود ما معمولا پیشنهاد میدیم که اول میگیم یه کورس آنلاین رو شرکت بکنه به شکل مثلا فری هست مثلا میگم من الان یه مدتی میگم مستر شو 20 قسمت شو برو ببین 20 قسمت اونو دیدی بیا یه هفته مثلا اینجا حضوری لابراتور به در واقع آموزشو بدن یا آموزش یه هفته یه اول بیشتر میره سراغ اگزو وقتی میره سراغ طراحی محصول منظور کراون بریج و کاسم اباتمنت معمولا یه فاز یه هفته یه اول آموزش اگزو مقدماتیه ماژول اولی اولیه بهش معرفی میشه ابزار نرم افزار بهش معرفی میشه بعد یه, یه ماه آف داره که تو یه ماه بره با ابزارا کار کنه طراح یک کراون و بریجر رو آشنا بشه تسلط پیدا کنه بعد اون یه ماه یه, هف... یه بار دیگه برگرده یک سیکل یه هفته دیگه که تو این یه هفته همش ادونس رو ببینه طراح و زبات بند و ساختار یه حرفه حرفه‌ای تر و پیشتتر. بسیار خب بخش آخر رو بگیم و برنامه رو تمام کنیم که دیگه بیش از حدم طولانی نشده باشه ما در بخش در واقع انتهایی محصولات مختلفی رو نیاز داریم بعد به این تصمیم برسیم که کی آوتسورس کنیم کی به شکل این هاوس سرویس رو بومی خودمون در مطب یا کلینیکون پیاده کنیم همطور گفتم مهمترین فاکتور تو این تصمیم عدد فاکتور شماست فاکتوری که دارید میپردازید هر ما چقدر بابت پروژه فیکس میپردازید چقدر بابت طراحی گایده هاتون میپردازید براسین بعد فرمول کنید که امروز من چی بخرم اصلا بخرم یا نخرم مثلا ممکنه بعد از مدتی به این جمعندی برسید اوکی من گایدامو خودم اه 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 این هاوس بزنم خودم دیزاین کنم و تکنسیان هم دیزاین کنه پرینتر بگیرم پرینت کنم اما کراون این هام و ابادمنت هامو کم و کنم یه خود این مدل رفت جلو من بعد درآمدیش جاری تر شد مطمش... قصه اولی پرداخت شد آماده قصه دوم شدم برم سراغ این که مثلا یه میلینگ بگیرم که حالا مثلا کارهای پروتزیمم رو خودم بتونم انجام بدم و تو تمام این تصمیم گیری ها بعد به فاکتوراتون توجه کنید فاکتورهای پرداختی لابراتوارتون که بدونید کی باید چه قدمی رو بردارید ریت برگشت سرمایه مهمترین فاکتور هست واقعا یعنی اینکه من مثلا اگر این ماه دارم 200 میلیون مثال دارم میگم در یک کلینیک 200 میلیون واقعا عدد خیلی کمیه برای فاکتورهای لابراتواری داره 200 میلیون میپردازه بابت فاکتورهای لابراتواریش واقعا شاید بعد به خرید میلینگ فکر بکنه چون یه میلینگ ممکنه مثلا امروز با یه عدد پرداخت اولیه با یه قسط مثلا 15 ماه بتونه بره سراغ خرید میلینگ و اون محصول زیرکانی ها رو خودش بزنه اگه محصول درای داره خودش بزنه یا اگر یه این آنلی میخواد بزنه خودش بتونه در مطب بزنه بخش سرمایه‌گذاریش بخش ساده یه این کار هست بخش سخت همونطور گفتم اینی که تیم رو همراه کنید با تغییر و ترین بشه افراد تو اون سیستم و پذیرش و درمان و همه تیم باتون همراهی بکنن این بخش سختشه و نه اون سرمگذاری رو خب به حال در یه کلینیک که امروز 200 میلیون داره پرداخت لابراتوار انجام میده خیلی اینوستمنتش اینوستمنت سخت و عجیب غریبی نیست سختیش در اجرا خواهد بود تیم ورک کلیدی ترین فاکتور در موفقیت این مسیر اگر شما مهارت های رهبری تیم رو نداشته باشید یا در کلینیکتون یه فردی نباشه که این مسئولیت رو به دوش بکشه و رنجش رو بپذیره نمیتونه کار روش بکنه این کار رو نمیتونه پزش خودش بخواد انجام بده اگر شما اون دندانپزش که میگی که داری طراحی میکنی اوکی بسته بشین پاشو بقیهش خودم انجام میدم بعد داره مثلا محصول با میل میذاره برای تراش پامیشونیش از پاش پاشو خودم بهتر انجام میدم یا استین گلز رو میری خودت انجام بدی واقعا این رو نمیتونی ادامه بده تو بعد رهاش میکنی چون برای شما دندون پزشک منطقی ترین پوزیشن کنار یونیتتونه در مطب بنابراین به منابع انسانیش فکر کنید به آموزش آن منابع انسانیش خیلی بیشتر فکر کنید و حتما در واقع این تیم رو بسازید مهم در این داستان اگر به عنوان دندون پزشک بهش نگاه میکنید هدف از همه این چرخه همه این آمدن و رفتن و همه این آموزش اینه که بتونید یه استراتژی رو در مطب پیاده بکنید و اونم اون چیزیه که امروز با کانسپت سیم دی دنسری یا سیم ویزی دنسری دارید میشناسید این این مثل یک چراغ راهنما باشه براتون شما باید به این ایده برسید با هر اپروچی با هر روشی در هر درمانی چه زیبایی کار میکنید چه این پلان کار میکنید چه هر کار دیگری در درمان پزشکی باید با کانسپت سیم دیدنسری و سیم ویزی دیدنسری خودتون کنید اگه این اتفاق بیفته شما در نفرش که آینده اید و اگه این اتفاق نیفته شما هر روز فرصتاتون برای کوچکتر و کوچکتر بشه چون دیگران با این کانسپت خودشون الاین خواهند کرد اسکن، دیزاین، میلینگ میلینگ بهتره نگم بهتره بگم مانیفکتچرینگ چون مانیفکتچرینگ خودش دو جزه میلینگ ها پرینتینگ ساختار پرینتینگ اون در واقع مانیفاکچرینگ ادیتیو لایه ها لایه لایه اد میشن میشن محصول در مانیفاکچرینگ سابترکتیو یا کاهنده شن... کاری که میلینگ ماشینا انجام میدن یه بلانک بزرگ داری ازش میتراشه سابترکتیو محصول رو برات آماده میکنه توی این هاوس ها شما اگه بخواد هزینه کنید یه سیستم میخواید یه سی که امروز تقریبا این کانفیگیه که میتونید داشته باشید و در واقع کانفیگ نورمتونه این در نظر بگیرید اگه شما دارید فقط اسکن انجام میدید در اسکن کردن خیلی نیازمند جی نیستید ما در اسکن کردن بیشتر یه سی قدرتمند میخوام تا یه جی قدرتمند کارت گرافیک قدرتمند تو ما بیشتر میخوایم برای دیزاین هامون اگر شما فقط یه لپتاپ میخواید برای اینکه اسکن باهاش کار کنی، و نمیخواد روش طراحی انجام بدید واقعا اصلا نیاز شاید به گرافیک خیلی خیلی بالا نداشته باشی یه گرافیک متوسط هم کارتون رو انجام میده ولی سی پی رو قدرت انتخاب کنید اما اگر بناس باهاش طراحی هم انجام بدید قطعا هم جی هم سی پی یو قدرت باشن و یه رم 32 دیگه امروز نرم این داستان اگه نو میخواید سیستم تهیه کنید همین داستانه مثلا دسکتاپتون 60 تومن تا 80 تومنه لپتاپتون همون حالش 70 تومنه میتونه خیلی بالاتر باشه ولی این چیزیه که کارتون حتما میتونه اموز انجام بده و اگه به استوکاش فکر میکنید دستاپاتون هاتون استوکاش یه چیزی هولوش مثلا 40 تومن میتونه استوک تهیه کنه جزء بعدی خب داستان اسکنر هاست اسکنر ها نمونه های پاد رو داره نمونه پاد مثل این در واقع دو تا نمونه ای که اینجا دارید میبینید دو نمونه سمت چپ نمونه پاد نمونه های ببخشید کارت هستن نمونه ای که در واقع کل سلوشن مانیتور اون در واقع پروسسورتون اسکنرتون روی یک ترولی یک پارچه طراحی شده مثل این اسکنر پرایم اسکن یا این یکی لانکا و نمونه های پاد نمونه که با لپتاپ کار بکنن و به شکل رومیزی استفادهش رو میکنیم مثل اون سه نمونه دیگر این تصویر نمونه های پاد رو امروز از اوریج مثلا 400 تومن 500 تومن نمونه چینی رو میتونید بگیرید تا برید نمونه های بالاتر مثلا تریس 5 امروز تامون هولش صد امروز میشه ترایس 5 تهیه کرد که خب قیمت بالاییه واقعا امروز من هر کسی که میپرسه اسکنر چی بگیرم میگم که منطقی ترین قیمتی که میتونید بگیرید بگیر اگر کیسه دندانی عادی دارید صرفا در کیس های ایمپلنت در کیس های فول آرچ، در کیس های خود پیچیده ایمپلنتی که ما امروز همچنان فرق میگذاریم بین نمونه های تاپ بازار و نمونه های در واقع اکونومی و اگر در کیس های دندانی برای کیس های معمول دندانی که در مطلب شما مواجه هستید فرق معنیداری بین نمونه های بالای بازار و پایین بازار ممکنه خیلی نبید نمونای کارت رو از نمونای چینی هلوش 5600 امروز میشه تهیه کرد تا عدده باز خیلی بالاتر لابراتوری اسکنر لابراتوری خب امروز دیگه تقریبا در مطب شما نیاز پیدا نمیکنید به اسکن لابراتوری چون اصلا دیگه گچ خیلی مثل قبل استفاده نخواهد شد ما یه زمانی عمده کارمون قالبای فیزیکی بود تبدیل به گچ میشد گچ بعد اسکن میشد خب این اسکنر لابراتوری اسکن گچ خیلی ساده تر انجام میدادن ولی امروز عملا دیگه تقریبا خیلی بنود من همین اسکنری که در تصویر میبینید رو یه زمانی کارام در صف انتظار اسکن بود در لابراتوار ولی امروز اگر نگاه کنم شاید در هفته دوبار روشنش میکنیم چون اصلا دیگه گچی پیدا نمیشه در مطب یا که شما بخواید اسکنش کنیم بعد از اسکنر ها که ورود داده رو انجام میدن حالا اسکنر هم تو گفتم نمونه های و داخل دهانی داریم که بناز داده رو وارد بکنم به چرخه کتکم کت. داده که وارد کت کم شد بناس با شروع کنیم به دبا تراحی و بعد طراحی با اون سیستمی که تراحی انجام میده بریم برای منفکشنگ سمت راست پرینتر رو میبینید سمت چپ میلینگ ماشین چر ساید رو دارید میبینید اینه بناس تولید انجام بدن پرینتر را از 80 تومن تا یه میلیارد هم شما میتونید پرینتر پیدا بکنید نرم دندان پزشکی هست بین 80 تومن تا 200 تومن عمده محصولات دنتال تو این رنج قیمت قابل تعیین و کارتونام حتما میتونن را بندسن. نمونه های میلینگ نمونه های چر در سمت چپ یک میلینگ لابراتواری ویت و درای در مرکز یه میلینگ ویت در سمت چپ ویت و درای فرقش چیه؟ با درای ما محصولات خشک میتراشیم مثل زیرکانیا مثل پی ام ای با نمونه های ویت با محصولاتی می که سختترن از لحاظ جنس مثل تایتانی و مثل گلاس من اسلاید ها رو نمیتونم با این رد کنم از من مونیتور رو کنم اسلاید متناشم رو خوش بیارم نمونه چهر ساید نمونه درای ویت یا نمونه دوال بعضی دستگاه رو داریم که دوال هم ویت هم ویت درای می اینجا دارم دو تا تو... توی در واقع محصولات میلینگ ماشین امروز از مثلا یه عددی هلوش یک و میتونم میلینگ ماشین داشته باشم تا عددی خیلی بالاتر نرم میلینگ ماشین ها امروز عموما در همون رنج نزدیک به یک و تا دو تومن اینا میلینگ هایی که میتونن فقط وس باشن برای تراش پریمیل اباتمنت یا گلاسرامیک یا فقط درای باشن برای تراش مثلا زیرپانی کجا منطقی خریدشون وقتی واقعا شما نیازمند در واقع محصولات متنوع پرتعدادید؟ اگر یه مطلب بالغی هستید که تعداد کار زیادی در ماه دارید تولید میکنید حتما به خریدش باید فکر کنید یا اگر یه کلینیکید که در هر بخش دارید محصولات مختلفی رو تولید میکنید و هر ماه فاکتورهای متعدد دارید پرداخت میکنید حتما باز باید به خرید دستگاه فکر کنید اگر به زیرکانیا دارید فکر میکنید و تراشش حتما باید به یک کوره سینتر فکر کنید یک کوره سینتری که امروز باز های ایرانی یا چینیش از تقریبا 250 300 شروع میشه و دیگه حالا تا عدده خیلی بالاتر هم ممکنه افزایش پیدا بکنه در کنار کوره سینتر زیرکانیا که عددش یه بالاتره کوره های پخت ساده پرس پرسلن هم دارید که باز از عدد نمونهای داخلی 80 تا نمونه های مثلا یه خود استوکای مثلا یه و کلار 600-700 تومن قیمت رو حالا چند تا سناریو رو در نظر بگیرید شما یه بگینرید میخواید تازش وارد این مسیر شید لطفا فقط به این دوتا فکر کنید یه سیستم بگیرید برای دیزایناتون یه پرینت که محصولاتون پرینت کنید فرهنگ و جاری بکنید تو سیستم با یه مبلغ کم استارت دارید میزنید زیر 200 تومن این دوتا رو میتونید تهیه کنید واقعا اینکه این, این دوتا رو مثلا بخواید استوک بگیرید یه دستاپ استوک مثلا 40 میلیون یه پرینتر هم مثلا 80 میلیون با 120 میلیون میشه این کار شروع کرد و مهم شروعشه وقتی شروع شد و تیم با این فرهنگ کم کم الاین شدن به مرور میتونید اکسپندش کنید و درآمدای بخش اول به بخش دوم فکر کنید بخش دوم اینکه یه اسکنر به این چرخه اضافه کنید اکونومی بخواید بخرید یه اسکنر 400 تومانی امروز میتونه سلوشنتون رو کامل تر کنید شروع کنید اسکناتون رو خودتون انجام بدید فایل دیجیتال بیاد دقت کار خیلی میره بالاتر زمان چرسایتون خیلی خیلی میره کمتر بشه واقعا اینو میگم یه زمانی من قالبم رو کامیشنال میگرفتم قالب این رو میدیدم میرفت لابتار اسکن میشد و میامد و سمی دیجیتال به نوعی در واقع دیجیتال تهیه میشد یعنی ورود داده کامنشنال بود محصول خروجی دیجیتال بود زمان تحویلم نسبت به اون چی که امروز دارم انجام میدم 150 درصد تا 200 درصد بیشتر بود اگر الان دارم در یه رویه رو کشه سینگل یونیت تحویل میدم اون زمان مینیموم یه ساعت شاید دو تا نیم ساعت یا یه ساعت یه نیم ساعت برش وقت میذاشتیم تا ها درست میشد و تا اجاز و کروزال انجام میشد تا کار میرفت گلیز و بر میگشت مسیر واقعا مسیر فرسایشی بود الان دیگه هیچ موقع حاضر نیستم برگردم به اون مداره. یه خود میریم جلوتر دیگه شما عدد فاکتورتون فکر کن بالاتره به جز اون اسکنر رو اون داستان سیستم و اون پرینتره یه میلینگ ماشین میخوای یه کوره سینتر میخوای یه کوره پخته پرسلند خیلی بخواید اکونومی اینو ببرید جلو این پلن رو میتونید با دو دویست تا دو پونصد امروز به انجام برسونیدش اینا رو دارم با برند چینی دیگه تمام من میگم این نظر بگیرید تو این سلوشن شما یه کوره مثلا کوشافن ایرانی صد تومانی دارید یه کوره آذر کوره سینتر مثلا 250 تومانی دارید یه اسکنر اولش 400 تومانی دارید و اون بقیهش هم که خب باز در واقع میرسونتش به اون عدد کنید و نهایتا در یک ستاپی که همه چیز رو با هم نیاز دارید شما یک کلینیکید که هم محصول وت دارید هم درای دارید همه چیز با هم بناس در سیستمتون تولید شه عملا به یه چنین سرمایه گذاری نیاز دارید این در نظر داشته باش همکار خوب من این مناسب یک کلینیکی که همین الان آلردی داره ماهانه 700 میلیون تومان و می لابراتوارش بنابراین خیلی نگاتی نباشه که این خیلی عجیب و غریبه واقعا امروز خیلی از کلینیکای ما دارن یه عددهای بزرگی به لابراتوار میپردازن و اگر به این فکر کنن که میتونن به شکل این هاوس این کار انجام بدن واقعا اگر اون چالش رو بتونن حل کنن خیلی خیلی به جهت اقتصادی کمکشون خواهد کرد یه چنین پکیج خرید بسیار خوب این کل ارائه بود ممنون از اینکه حوصله کردید میدونم طولانی هم شد خام تو شارخی عزیزم میبخشن برای اینکه این محفظ طولانی شد این پیام آخر واقعا انعطاف و همراه شدن با تغییر شرط اساسی برای اینکه بتونیم در آینده سهمی داشته باشیم امیدوارم که ارائه مورد توجهتون واقع شده باشه و بتونیم کمک کنه بهتون برای تصمیم گیری در خدمت شما هستم اگر که بتونم باز به پاسخ به سوالاتتون سو باشم درود به شما خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر آرتون عزیز خیلی خیلی متشکرم از پیامتون سلامت باشید ممنون از همراهی